أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته الصلاة والسلام على أشرف بريته وأفضل رسله حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته المعصومين الهداة المهديين، ولعنة الله على اعدائهم ومخالفيهم اجمعين من الان الى يوم الدين، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهبلنا لنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره وحجل اللهم فرجه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه إن شاء الله إن عزاداريها ها بنه و احسن مورد قبول ورزايته سید و سالار شهیدان حضرت عبا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بگیرد و خداوند متعال بر ما بیچارگان منت نهاده و از بقیه غیبت امام عصر ارواح ناله الفدا صرف نظر بنماید بحثی رو که در این جلسه خدمت شما سروران و دوستان عزیز تقدیم می کنم در رابطه با ارتباط با اهل بیت علیه مصلات و سلام است این بحث در سه محور قابل طرح است محور اول چرایی ای این ارتباط است چرا این همه در روایات ما در فرمایشات معصومین علیه السلام اصرار بر ارتباط با ائمه معصومین علیه مصلات و السلام هست و محور دوم بحث گونه های این ارتباط هست چه نوع ارتباط هایی میتونیم با ائمه معصومین داشته باشیم و محور سوم بحث آثار و برکات این ارتباط با زوات مقدسه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هست اما چرایی بحث کاملا روشن هست چرا که این بزرگواران معدن پاکی و قداست و تهارتند و هرچه انسان به آنها نزدیک تر بشه هرچه ارتباط بیشتری داشته باشه به هر میزان که به این بزرگواران نزدیک می شود به همان اندازه پاک می شود قلب او از آلودگی ها پاک میشه جسم و جان او تهارت پیدا می کند انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا این آیه تطهیر در قرآن کریم که بسیار بسیار آیه مهمی است و علما و دانشمندان کتابها در رابطه با این آیه نوشته اند این آیه تطهیر به سراحت بیان می کند که هر رجس و هر پلیدی و هر آلودگی از این بزرگواران به دور هست و نکته ای که در این آیه هست در ضمن ده ها نکته و مطالب دقیق و عمیق یکیش اینه که این انما که عدات حصر هستش مرتبه ای از پاکی را برای اهل بیت علیه السلام بیان میکنه که انبیا هم حتی در اون مرحله نیستند انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت چنین پاکی اون تهارتی است اون قداستی هست که حتی انبیا هم به اون درجه نمیرسند، گرچه انبیا در اوج پاکی و تهارت هستند پس بنابر این انسان با ارتباط با ائمه معصومین روح و جانش پاک میشه چون اونها معدن پاکی هستند با اونها مسیر زندگی خودش رو میتونه ترسیم بکنه چون اونها معدن علمن گنجها و کنوز علم نزد این بزرگواران هست اگر کسی علمی ارزشمند و سودمند که سعادت ساز برای دنیا و آخرت هست میطلبد این علم نزد ائمه معصومین علیه السلام است که در زیارت جامعه میخونیم و خزان العلم و منتهل الحلم و اصول الکرم اینها خزانداران علم الهی هستند البته مقصود از این علم اون علمی هست که مسیر سعادت معنوی رو برای انسان ترسیم میکنه علوم دیگر که علوم مادی هست هر کدام ارزش خودش رو داره اما ارزش هر علمی به اون مقصد و منتهای خودش هست علمی که اهل بیت علیه مصلات و سلام نزد اونها هست و بیان کرده اند علمی هست که در دراهی های زندگی در مسیر پرپیچ و خم زندگی میتونه برای ما اون چرا که درست است، اون چرا که سعادت ساز هست رقم بزنه و ما واقعا خیلی غافلیم از علوم اهل بیت علیه مسلم از فرمایشات این بزرگواران ما کمتر جملات و کلمات نورانی اون حضرات رو در خاطر و در خاطره و ذهن خودمون نگه داشته ایم ما کمتر روایات اهل بیت رو میخونیم با اینکه که کلامشون نوره کلام اونها آلودگی ها و زنگار دل رو پاک میکند کلامکم نور و امرکم رشد و وسیعتکم و, وسیعت و تقوا چقدر زیباست که در مناسبت هایی که منصوب به اهل بیت علیه السلام است در ولادت های اون بزرگواران در شهادت های اون بزرگواران سخنان اونها رو بخونیم زندگی نامه اونها رو بخونیم که بهترین درس ها و آموزه های زندگی هست کتابی مانند تو العقول اقول علامه حرانی رو که بسیار بسیار ارزشمند و سودمند هست ارتباط با اهل بیت به این جهت هستش که این بزرگوارانند که کشتی نجاتند مثل اهل بیتی فی کم که سفینت نوح من رکبه ها نجا و من تخلف عنها غرق و هوا راه نجات جز از طریق اهل بیت و سوار شدن بر این کشتی هدایت راه دیگری نیست پس ناگزیر انسان مؤمن که با ارتباط تنگاتنگ با ائمه معصومین راه و سع... راه سعادت خودش رو رقم بزنه بنابراین اون چه که بسیار بسیار واضح و روشن است اینه که لازم ما با اهل بیت ارتباط داشته باشیم اما کیفیت این ارتباط و گونه های این ارتباط متنوع چند نوع ارتباط ما داریم که باید از همه اونها ما برخوردار باشیم نوع اول ارتباط عاطفی با اهل بیت علیهم السلام یعنی قلب ما کانون محبت سید شهدا علیه السلام باشه قلب ما کانون محبت ائمه معصومین امام عصر ارواحنا له الفدا باشه به عشق اونها این قلب بتپد و همیشه در تکاپوی رضایت اون بزرگواران باشیم این ارتباط عاطفی بسیار سودمند و بسیار ارزشمند است و دستور خدای متعال در قرآن قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا و اگر این کیمیای محبت و این گنج محبت اهل بیت در قلبی قرار گرفت دیگه آلودگی ها طبیعتا خود به خود از اون دل پاک میشه چون ممکن نیست دلی قانون محبت اهل بیت که معدن همه زیبایی ها و همه فضائل الهی و انسانی هستند و این بزرگواران نمایشگر صفات جلال و جمال خدای متعالند هستند نمایشگر رحمت واسعه الهی هستند السلام علیک یا رحمت الله الواسعه خطاب به سید و شهده علیه السلام بیان می شود اون وقت اگر کسی دل او کانون محبت این بزرگواران شد قطعا از رفتار آنها از گفتار آنها در مسیر زندگی بهره خواهد برد این محبت هم موضوعیت داره هم طریقیت داره یعنی هم خدا خواسته از تک تک انسان این محبت رو و هم اینکه این محبت طریق و راهی برای سعادت هست و اینکه انسان به رشد و کمال برسه سومین ارتباطی که باید با ائمه معصومین علیه السلام داشته باشیم ارتباط آرمانی هست یعنی اینکه نسبت به امام زمانمون ارواح ناله الفدا و عجل الله فرجه الشریف ارتباط بیشتری داشته باشیم چرا که امروز همه خیرات همه برکات و اون چه که قرار هست از روزی به انسان برسه از دست های با کفایت اون حضرت است پس بنابراین طبیعی است که باید با اون حضرت نجوا داشته باشیم باید محبت بیشتری نسبت به اون حضرت داشته باشیم چه مناسب است که انسان گاه گاهی با او نجوا کنه یاد اون حضرت باشه لیت شعری این استقرت بکن نوا بل ایو ارض انتقلو که او ثرا ابرضوا ام غیرها ام ذی طوا کجایی ای عزیز فاطمه کجایی ای یوسف زهرا ای گل نرگس که من توفیق پیدا کنم تو رو ببینم در کدام سرزمین هستی در مکه ای در مدینه ای یا بر کدام زمین قدم برمیداری خب اینها کم کم اون محبت رو در وجود انسان تبلور میدهد ظهور و بروز پیدا میکنه این محبت نسبت به امام عصر ارواحنا له الفدا عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترا ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا بر قلب من سخت و سنگین است همه رو ببینم ولی تو یوسف زهرا رو تو که زیباترین مخلوق خدای متعال هستی تو که گل سرسبد عالم هستی هستی من تو رو نبینم صدای همه رو بشنوم اما صدای تو برای من قابل شنیدن نباشه این ارتباط آرمانی است که انسان رو به جایگاه بلند انتظار میرسونه و در دل امام زمان ارواح ناله الفدا هم او جا پیدا میکنه یکی دیگر از ارتباط ها ارتباط استمدادی هست در گرفتاری ها در مشکلات انسان توسل به ائمه معصومین این داشته باشه که همین نوع توسل و همین استمداد اون محبت را تعمیق میکنه ریشه دار میکنه در وجود انسان این باز دستور قرآن و خواسته قرآن است یا ای الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله این آیه کریمه دو راه کار برای سعادت بیان میکنه اول تقوای الهی و دوم توسل به ائمه معصومین وسیله ای برای خدای متعال در خانه او بیاورید که اهل بیت فرمودند نحن الوسیله امام صادق علیه السلام فرمود نحن الوسیله مولای متقیان علی علیه السلام فرمودند انل الوسیله من اون وسیله ای هستم که خدا با اون دستور داده البته منافات نداره که نماز و روزه و صدقات و خدمت به بندگان خدا همه اینها وسائل الله هستند اما اقرب الوسیله و اوثق الوسائل محبت اهل بیت و ارتباط با اون بزرگواران هست در گرفتاری هامون در مشکلاتمون غافل از توسل به زوات مقدسه اهل بیت علیه مصلات و سلام نباشیم نوع دیگر از ارتباط با اهل بیت ارتباط الگویی هست یعنی این بزرگواران که بهترین خلق خدا هستند و خدا آنها رو الگو قرار داده اسوه قرار داده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه بهترین اسوه ها هستند بهترین الگو ها هستند قطعا و یقینا اگر کسی یک دور تاریخ ائمه معصومین رو بخونه حتی تاریخ یکی از این بزرگواران رو بخونه با این نگاه که من از زندگانی امام هادی علیه السلام یا جواد الائمه یا هر کدام از این معصومین من درس بگیرم عبرت بگیرم و در زندگی خودم تطبیق کنم قطعا انقلابی مثبت و رویدادی شیرین در زندگی او رقم میخوره چرا که زندگی اونها مملو است از مدارا عفو گذشت بزرگواری کرامت فضیلت انسانیت عطوفت و مهربانی و هر آنچه از صفات زیبا که شما بیان کنید در, سیره این بزرگواران به نمایش گذارده شده در همین مسیر راه که در کاروان بودند سید و شهده و اصحاب اون حضرت به سوی کربلا می آمدن یک جایی اطراق کردند در یک منزلی به هر حال اونجا استراحت میکردند خبر دادند که فرزند یکی از یاران سید و لب مرز گرفتار شده حضرت او را خواستند و به او فرمودند که شنیدم پسر تو لب مرز به هر حال زندان شده و نیاز به کمک تو داره گفت ابن رسول الله او خدایی دارد و من الان در این شرایط سخت که معلوم نیست چه خواهد شد من شما رو تنها نمیگذارم و سراغ فرزند خودم برم شیعه واقعی این گونه است اهل بیت رو مقدم بر جان خودش بر فرزندان خودش بر اموال خودش بر هستی خودش میکنه سید الشهدا علیه السلام فرمودن که الان کسانی هستند که من رو کمک کنن منو یاری کنن من تنها نیستم اما فرزند تو تنهاست و به یاری و مدد تو نیاز داره به حقی که من به گردن تو دارم من از تو می طلبم که تو بری و فرزند خودت رو از اونجا نجات بدی بعد حضرت به او فرمودن لحظه ای درنگ کن یه لحظه بنشین رفتند وارد خیمه خودشون شدن آقا عبا عبدالله الحسین علیه السلام و یک بخچه ای رو آوردن جلوی او گذاشتن فرمودن پارچه های قیمتی و ارزشمندی در این بخچه هست برای این که فرزندت رو آزاد کنی نیاز به پول داری نیاز به اموال داری این پارچه ها رو بفروش و هزینه آزادی فرزند خودت قرار بده و تأمل نکن و الان حرکت کن برو ببینید یک سربازی که برای امام حسین خیلی ارزشمنده و امام حسین میدونه که روز آشورا به تک تک اینها نیاز پیدا میکنه برای دفاع از دین برای دفاع از خیمه های متحر خودشون اما با این بزرگواری با این کرامت نفس با اونها برخورد میکنند همه رفتار امام حسین علیه السلام این گونه بود مملو و از بزرگواری و کرامت نفس بوده است کافی انسان یک بار تاریخ ائمه معصومین رو بخونه و با نگاه عبرت با نگاه تأسی از این بزرگواران بهترین درس های زندگی رو فرا میگیره کوچک و بزرگ اونها حتی اون بزرگوارانی که خود در اداد معصومین نبودند ولی با اونها زندگی کردند تحت تربیت اونها بودند اونها هم خودشون اصفه ها و الگوهایی بی نزیرن. مانند قمر منیر بنی هاشم عبل فضل العباس علیه السلام حضرت علی اکبر که وقتی زنها میخواستند با او وداع کنند و وداع آنها طولانی شد سید و شهدا فرمودن دعنه و اینهو ممسوس فی ذات الله پسرم علی رو رها کنید او توجهی به ناله ها و شیون ها و تقاضاهای شما نداره فرزندم علی با تمام وجودش تمام توجهش به ذات اقدس احدیت است که این جمله فقط در رابطه با دو شخص بیان شده یک بار پیغمبر نسبت به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این جمله رو فرمودن که ان علی ممسوس فی ذات الله و بار دوم امام حسین علیه السلام درباره علی دیگری که علی ابن الحسین هستند همین تعبیر رو به کار بردن این بزرگواران هم هر کدام اسوهی و الگویی هستند حتی یه مقدار اونهایی که جوانترند و نوجوانترند اونها هم برای ما درس و آموزه و عصفه هستند وقتی که شب آشورا سید و شهده سلام الله علیه از واقعه سخت طف و آشورا بیان کردند که روز آشورا چگونه خواهد بود و همه شما شهید خواهید شد قاسم ابن الحسن عرض داشت یا ام و انا ممن یقتل سینزده سال بیشتر از عمر او نگذشته اما چگونه عاشق و شیفته لقاء الله نوجوانی که در این سن و سال به سر میبره تمام افکارش تمام وجودش امید و آرزوهای گوناگون برای زندگی مادی هست تمام ذهن او رو حیات مادی و آینده پرتمطراق خودش اشغال کرده اما قاسم ابن الحسن سوال کرد و انم من یقتل آیا من هم جزو کسانی هستم که کشته خواهم شد سید الشهدا که میدونه قصه چگونه چگونه است و چگونه رقم می خوره اما میخواد به دیگران ثابت کنه که این اهل بیت و بچه ها و کوچک های اون افراد کم سن و سال اونها هم چه باورها و اعتقادات قشنگی دارن فرمودن کیفل الموت اندک مرگ نزد تو چگونه است واقعا نزد ما مرگ چگونه است برخی مرگ رو پایان همه چیز میدونند بعضی مرگ رو تلخ و ناپسند میدونند اما اولیاء خدا استقبال از مرگ میکردند چون مرگ لقاء الله هست مرگ اون حادثه ای هست که جان آدمی رو از زندان تن نجات میدهد و در یک عالمی وسیع تر به نام برزخ ادامه حیات میده بنا نیست انسان با مرگ تمام بشه اگر این بود که فلسفه آفرینش و خلقت زیر سوال میرفت مرگ مانند لباس عوض کردنه مرگ مانند یک شستشوی تن در حمامه مرگ مانند پلی هست که انسان را از یک دنیای کوچک به عالمی وسیعتر منتقل میکنه در نگاه اولیاء خدا مرگ لحظه ملاقات با حضرت حق و لطف و رحمت اوست و لذا گفت فی که احلا من العسل امون جان مرگی که در راه تو باشد برای من از عسل شیرین است کسی گمان نکند که قاسم ابن الحسن اون شب تحت تأثیر سخنان افراد قرار گرفته بود کسی فکر نکند که شبی بود مانند شب شعری که دبا و بلغا و, و فسها می نشینند و هر کدام سخنی میگن نه اصلا اینطور نبود اون چه که در دل داشت بیان کرد شاهدشم اینه که روز آشورا از همان لحظات اولی که جنگ آغاز شد مرتب آمد پیش امام حسین علیه السلام امو جان ازن میدانم بده بذار جان خودم رو فدای تو یا ابا عبدالله کنم اما امام حسین به او اجازه نمیدادند. هر بار به بهانه ای او رو برمیگرداندن نه تو یادگار برادرم هستی چگونه تو رو به میدان بفرستم نه فرزندم نه قاسمم برگرد مادر به تو نیاز داره شاید مادر راضی نباشه به بهانه های مختلف این بزرگواران قاسم ابن الحسن و عبدالله ابن الحسن امام حسین علیه السلام رو پدر صدا می کردند چون از همون لحظه ای که از همون روزی که آقا امام حسن مشتبه سلام الله علیه به شهادت رسیدند تحت تکفل آقا امام حسین علیه السلام قرار گرفتند و در خانه حضرت بودند و در دامان پر مهر و محبت عبا عبدالله این بزرگواران رشد کردند و هر روز و هر لحظه نگاهشون به جمال نورانی سید و شهدا بوده ولذا برای برا قاسمم خیلی سخت بود اون لحظه ای که میخواست از امام حسین علیه السلام جدا بشه به هر گونه ای که بود ازن از ابا عبدالله گرفت نامه پدرش امام حسن مشتبا رو آورد گفت امو نگاه کن ببین این نوشته ای. پدرم امام حسن فرموده پسرم قاسمم در روز آشورا و لحظه ای که امویت امام حسین علیه السلام تنهاست مبادا دست از نصرت و یاری حسین برداری برو جان خودت رو فدای عبا عبدالله کن دیگه چاره ای ندید عبا عبدالله لباس رزم بر اندام او خواستن بپوشونن اما لباس رزم به قد و قامت او نبود کلاه خود و زره به اندازه او نبود با همون لباس های معمولی آقا سید و شهده علیه السلام امامه خودشون رو دو بخش کردن دو نیم کردن نیمی از اون رو به سر قاسم ابن الحسن بستن خود سید و شهدا قاسم ابن الحسن رو محیای میدان رزم کرد و خدا میداند چه بر دل عبا عبدالله الحسین گذشت اون لحظات آخر علی اکبر وقتی میخواست اجازه میدان بگیره امام حسین لحظه ای معتلش نیست. عبارت مقاتل همه این هست استعذن ابا عذن له علی اکبر آمد گفت بابا برم میدان حضرت فرمودن برو پسرم معتلش نکرد لن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون علی اکبر که ان خود امام حسین پاره تن سید الشهدا لحظه ای درنگ نکرد اما با قاسم ابن الحسن اینطور رفتار نکرد او رو در آغوش گرفت قبل از رفتن به میدان فبک یا حتی غشی علیه ما اونقدر این دو بزرگوار گریه کردند و در آغوش یکدیگر حالت غش به آنها دست داد چرا سید و اینطور با او رفتار کردند چون یتیم است قاسم ابن الحسن و باید محبتی کنه سید و شهده که جای پدر رو بگیرد برای اون لحظه بسیار حساسی است لحظه شهادت قاسم ابن الحسن است رفت میدان و سید و سلام الله علیه با حالت اضطرار قصه رو دنبال می کردن. جهاد نمایانی که قاسم ابن الحسن کرد اما یه وقتی هم از دل میدان صدایی بلند شد یا اما علیکم من السلام امو جان من هم رفتم خدا حافظ آقا سید و شهده با عجل خودشون رو رسوندن به قاسم ابن الحسن اما چه قاسمی فرق سر شکافته تیرها به بدن او اصابت کرده از اثر شمشیرها سر قاسم رو, رو روی زانوشون گذاشتن این لحظات سختترین لحظات بود چون وقتی امام حسین رسید و داشت زمین میکشید لحظه جان کندن قاسم ابن الحسن بود صدا زد ابا عبدالله لقد عز والله على عمك ان فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك عمو جان به خدا بر من سخت و سنگین است منو صدا بزنی جوابت ندم قاسم من. یا بیام کنار بالین تو اما کاری از دست حسین بر نیاد عز و الله علا عمک انت دعو فلا یجیبک او که فلا ینفعک نوشتن آقا امام حسین بعد از شهادت قاسم بدن رو برداشت به طرف خیمه ها بیاورد و رجلا تخطان الارض اما پاهای قاسم رو زمین کشیده میشد. شد سید شهدا که رشید است قاسم ابن الحسن هم که سینزده سال بیشتر نداشته چگونه بود که پاها به زمین کشیده می برخی اهل ذوق از ارباب مقاتل نوشتن این قدر این مصیبت بر دل سید و شهدا سخت و سنگین بود که ان کمر آقا ابی عبدالله خم شد در مصیبت قاسم ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إنا نسألك وندعوك ونتقرب إليك اسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین خدا یا ظهور و فرج آقا و مولامون امام زمان نزدیک بفرما قلب متحرشون از ما راضی و خوشنود بدار در دنیا و آخرت زیارت و شفاعت اهل بیت قسمت و روزی ما بفرما پروردگارا حسن عاقبت و همه ما عنایت بفرما این توسل این عرض ادب از همه ما از مؤسسین محترم بشا يستجيب الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات